تجربه دموکراسی شکننده در لبه پردگاه یک انتخابات به بنبست کشیده مردم سالاری در افغانستان به کدام سو روان است همسر قمارباز وزیر خارجه عمان سه میلیون دلار در قمار باخت سلام و وقت شما بخیر به فراخبر با من یماسیاوش خوش آمدید تجربه انتخابات در افغانستان روزهای پرتنش را پشت سر می گذارد در حالی که تلاش های درونی و برونی برای پایان بنبست انتخابات ادامه دارد اما هنوز روشن نیست سرنوشت انتخابات چه خواهد شد در روزهای گذشته خبرهای از وساطت فرستاده ویژه سازمان ملل تا تماس تلفنی وزیر خارجه آمریکا با رئیس جمهور کرزی و دیدار سناتوران ارشد آمریکایی با دو نامزد ریاست جمهوری سرخط رسانه ها را شکل داده است این تلاش ها بگومگوها و های رقیبان انتخابات را نرمتر نموده و حالا دو ستاد انتخاباتی برای جدا کردن آرای تقلبی از آرای واقعی دور یک میز نشستند یکی از نامزدان گفته با حکومت از نو شرکت سامی مخالف است و نامزد دیگر گفته از یک رأی مردم هم نمی گذارد واقعا مردم سالاری افغانستان به کدام روان است؟ پرتاو نادری نویسنده و فعال مدنی و امین حبیبی کارشناس مسائل سیاسی برای بحث بیشتر با ما هستند مهمانان عزیز خیلی خوش آمدید نادری برداشت شما از این برایند انتخابات و تا اینجای کار که انتخابات آمده چی است با تقدیم سلام به بینندگان عزیز با کمال تأسف انتظار بردن نمیشد که ما به چنین بنبست برسیم دست کم در دور اولی انتخابات که به نام هماسه ملی و یک دستاورد بزرگ تاریخی تعریف شد انتخابات ولی دور دوم متاسفانه از همان روز با حوادیث همراه بود که باور مردم را نسبت به کمیسیون انتخابات و بعضی افرادی که در کمیسیون انتخابات توانمندی بیشتر داشتن بسیار کم ساخت و حالا ما به یک بنبست بسیار بسیار به نظر ما سنگین و شدید رو برو شدیم هرچند در روزهای اخیر با پادرمیانی جامعه جهانی اندک در کارها انتظار برده میشه که یک گریه گشوده شوه ولی هنوز معلوم نیست آیا اون دسته انتخاباتی که تأکیدش بر این است که به هیچ وجه نباید از تقویم انتخاباتی که ساخته شده ما بیرون شویم و گروه دیگری که میگه که باید شش هزار صندوق دوباره مثلا تفتیش شود که آیا این زمان کفایت میکنه یعنی که میشه که ما سرنوشت انتخابات بیاریم در تقویم جا با جا بسازیم یا اینکه تقویم نظر به ضرورتی که به وجود آمده میتونیم که کمی به تعویق بیاندازیم همون قصه چپرکت پروکروس است عدالت پروکروس همین گونه بود که هر کس از بازار میارد چپرکتی داشت و او هموار میکرد اگر دراز می بود پاهایش قطع می و اگر کوتاه می آنقدر کش میکرد کرد که تا به چپرکت برابر شد من امیدوار هستم که بررسی های بسیار دقیق به خاطر اینجا سرنوشت نه دکتر عبدالله مطرح و نه سرنوشت دکتر غنی بلکه سرنوشت دموکراسی و سرنوشت افغانستان مطرح است اگر کارهای تکنیکی و تکنیکی که در اونجا وجود داره و با تفاهم صورت میگیره و مدت زمانی را در بر میگیره برای اعلان این به نظر من این بهتر خواهد بود که اگر اعلان نتایج صورت بگیره و یک جناب بگه که من هیچ ایر قبول ندارم باز چی یعنی بازم یک بنبست دیگه ما باید از این بنبست بیرون شویم ما امیدوار هستم یک راه پیدا شوه سیاسیون ما در این راه بیشتر کار بکنن مثلا من نمیدانم چرا اعضای سیاسی دموکرات در افغانستان خاموش است مثلا چرا جامعه مدنی افغانستان خاموش است حد اقل یک راهکار یک نصیحت یک وصیت یک چیزی در میدان نمیندازن که باید چه کار صورت بگیره ما با سرنوشت بسیار زیاد مرموز بر سر یک دراهی رازناک سرنوشت روبرو هستیم و نمیدانیم چی میشه و افغانستان با یک تار موی چی ما بسته است در وضعیت بسیار بد نظامی قرار داریم در وضعیت بسیار بد سیاسی قرار داریم و حتی شما میبینید که دو کشوری بزرگی که حامی ما بود مثلا خوش داشتن ما برویم به طرف تحریم شدن بانک های ما تحریم شود ایالات متحده آمریکا مثلا انگلستان شما که در جریان هستید معلوم میشه ما خیلی در وضعیت بد هستیم از اون خاطر ما امیدوار هستیم که هر دو تیم با خرد بیشتری سیاسی با مسئله برخورد بکنن سری یک اصول تفتیش یا این چیزا تفاهم بکنن همین گونه که حالا میگن که کمیته های سیاسی و کمیته های چی ساختن امروز صادقانه با هم کار کنن با اراده بیرون رفت از 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 بحران باید کار بکنن تا ما برسیم به یک نتیجه که امیدوار که چنین شود در غیر از اون من فکر میکنم که افغانستان ما در گذشته شاهد ای بودیم که پس از هر خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود ما در گذشته پس از یک دوره یک درخشانی یک به دموکراسی پشت سرش ما همیشه شاهد یک دیکتاتوری های خونین بودیم ما امیدوار که این بار افغانستان چنین نشود و در اون صورت این مسئولیت سنگین برمیگرده به این کمیسیون انتخابات برمیگرده به این حکومت ما برمیگرده حتی به این دسته های انتخاباتی که فعلا در صحنه هستند آقای بیبی بی شما معتقد هستین که حالا سیاسیون در افغانستان جا ماندن و خارجی ها باید بیایند و گری کار را بگشاین از جمله این دو سناتور آمریکایی آقای مکین و گراهام که به تازگی آمدن به افغانستان بسم الله الرحمن الرحیم و سلام به شما جناب نادری و بینندگان عزیز <تصفح> ببینید وقتی ما باید سوال را از خود بکنیم که چرا میکانیزم های داخلی ما کار ندادن که نیازی به پادرمیانی شخصیت های بین المللی در اینجا به وجود آمده واقعیت این است که نهادهای های داخلی ما متاسفانه کار خودشان را نتوانستن خوب انجام بدن و عرض کنم که شبکه های مافیایی که در درون این نهادها ها و این نهادها ها را پوشش قرار دادن برای اینکه بتانن دموکراسی را در واقع اینجا به مسخره بگیرن این نهاد این شبکه اجازه نمیتن که این نهادها ها کار کرده خودشان را داشته باشند و به همین دلیل به نظر من نیاز به این است که جامعه بین المللی در افغانستان کمک بکنه به اینکه این, این بحران ها این مشکلات به بحران تبدیل نشود و فکر میکنم که حضور آقای مکین و آقای لنزیگرام و عرض کنم که این اعلام شش هزار مرکزی که باید تفتیش شود سوی ناظرین اتحادی اروپا به نظر من اینا کلش دست به دست هم میته که ما بریم به طرف این که اینمی پروسه کم قدر شفافتر شود ببینید دموکراسی دشمنان خودشان رو دارند. در تمام دنیا داشتن و در اینجا هم داره و اینجا متاسفانه چون جامعه ما او دموکراسی ریشه ندوانده و خصوص در فرد افغان ای دموکراسی اندیشه دموکراسی جای خود را خوب باز نکرده به همین دلیل خیلی شبکه ها به سادگی میتونن دموکراسی را به مسخره بگیرن و و او را پوشش قرار بدن برای کارهای خودشان و این است که ببینید در همین مسئله این مشکلی که پیش آمده خب اگر طرفین بپذیرن که رأی پاک معیار هستن دیگر از سنجشش از باز تفتیشش از اول تا آخرش چه ترسی وجود چرا ما میار زمانی رو حتما باید قرار میار قرار بتیم که حتما در این مدت خاصی این نتیجه اعلام می شود و عجله در چی هست؟ چرا عجله میکنیم مسئله اساسی این است که دموکراسی در اینجا با چالش مواجه شده و فکر می کنم که راه حلش هم به گفته یکی از فیلسوفای بزرگ غربی فکر می کنم والتر بنیامین بود می گفت که به هر جا خطری باشد نجات بخش نیز آنجاست در همین کمیسیون هایی که می بینی بحران را ایجاد کردن و نتونستن کار خودشان را انجام بدن به نظر من راه حل از خود همین کمیسیون ها می پیدا شما در صورتی که این اصول اساسی را بپذیرن که که مردم معیار هست و بنابراین بیای این بیاین تفتیش بکنین رأیایی که باطل هست پر شده صندوق پر شده اینا به سادگی دور شد من با یک از با یک تعداد از این عرض کنم که محافل خارجی صحبت کردم در روز انتخابات در حوالی ساعت یک تا سه بعد از ظهر با هلیکوپتر خبرنگارای خارجی در داخلشان در خیلی از ولایت های مثل پکتیا و پکتیکا و خوست اینجا گردش داشتن که ببینن واقعا میزان مشارکت مردم چطوری بوده یک صف نمیبینن در اینجا و چطور شما می این بعد میلیون رای از اینجا ایجاد میکنی یک دفعه صندوق ها بلن هر کسی فرق نمی کنه من من عاشق ابروی هیچ کسی نیست من عاشق چشم ابروی این مردم هستم اون شسته هستم که او دست اون انگشت هستم که بریده شده و فکر می که دموکراسی نیاز به مدافعین خودش داره و این مدافعین امیدوار هستم که از تمام اقشار جامعه بیاین بخیزن علایق شخصی خودشان را به این قوم به اون قوم به این فرد به اون فرد کنار بگذارن و بیاین و الا این این دیگه سنتی تبدیل میشه و سنتی تبدیل میشه در بار بعدی دیگر مردم نیازی نخواهند داشت که برن بس طرف صندوق های به خاطر از اینکه میفهمند که, می که دیگه اونجا صندوق ها پر خواهد شد و رقابتی در پر کردن صندوق خواهد بود بیاین که جلویش رو از همین حالا بگیریم بیاین که رای اساسی ت... رای های تقلبی تصفیه شما و هر کسی که از اینجا برنده آمد اون میتونه مشروعیت عرض کنم که حکومت داری را داشته باشه و الا حتی اگر شما با این وضعیت کسی به قدرت هم را داشت و این, و این با بحران مشروعیت مواجه خواهد آقای نادری، آقای عبیبی تأکید کردند که شبکه های مافیایی در درون نهادها دموکراسی را به مسخره گرفتند در افغانستان واقعا آنچنان آقای عبیبی تأکید دارند دوستان و دشمنان دموکراسی در افغانستان مشخص شده در این تجربه 13 ساله؟ بدون شک عوامل در افغانستان هست که عوامل بازدارنده در برابر دیموکراسی است مثلا یکی از این عوامل میتانه اون ذهنیت قبیلوی و عقیبمانده و صنتی ما باشه که ما گاه گاهی خواستهم که یک مفهوم بزرگه بیاریم در یک چارچوب بسیار کوچک و محدود جا بتیم و او نمیشه بزرگترین نیرو که دیمکراسی ر تقویت میکنه اون تفکر شهروندی است و رسیدن به شعن شهروندی است یعنی شعن شهروندی که وقتی که ما میگیم یعنی شهروندان یک سرزمین یا یک کشور از اون مرزهای محدود قومیت و این چیزها بیرون میشه اونجا برای یک فرد رای میدن و این فرد به حیثیت شهروند داره نه اینکه به حساب قوم و قبیله و این چیزها من میخوام بگم که متاسفانه در ده سال گذشته چی در دستگاه حکومت و چی در حتی نهادهای مدنی ما بی آنکه که باورمند به با دموکراسی بوده باشند در راس مثلا یک وظیفه بزرگ قرار گرفتن که باید دموکرات عمل کنند ولی نه در گفتار خیلی دموکرات بودند ولی در عمل غیر دموکرات و همون که مثلا در نهادهای مدنی خیلی مدنی گویا حرف میزنند و خیلی غیر مدنی عمل میکنند من میخوام بگم که وقتی که در کمیسیون انتخابات که وقتی کمیشنران کمیشنران تعیین میشد یا مثلا رئیس دارالنشا یا رئیس دبیرخانه تعیین میشد یک اصلا باید این می بود که این اصول دموکراسی پابند و باورمند هستند بالاخره که دموکراسی یک آرمان است که هر کس از یک زاویه به طرف از او میبینه دموکراسی این گونه نیست که من اراده خود را تحمیل بکنم دموکراسی این نیست که شما بروین صندوق پر کنین از یک جایی مشروعیت نظام دموکراتیک از رأی شهروندان برمیگرده ولی رأی پاک شهروندان یعنی مردم است که به نظام مشروعیت میده و مردم است که این مشروعیت میگیرند دوباره یعنی مشروعیت مشروط تصیل از این خاطر من فکر میکنم که اگر ما این پروسه را تصفیه نکنیم اگر این پروسه تصفیه نشود و بالاخره حدی اقل ما موچو در یک نوشته خود گفتم یک بینی خمیری برای از این پروسه ما نسازیم هر حکومتی که بیاید چی دکتر عبدالله با این حرکت تکیه بزنه چی دکتر غنی من متقین هستم که به هیچ وجه اینا حکومتی بوده نمیتونن که وضعیت افغانستان را به طرف بهبود پیش پیش برن و به این وضعیت مهار بکنن از این خاطر من فکر می که دفاع از دموکراسی دفاع از افغانستان است در شرایط فعلی و پا زیر پای گذاشتن اصول در وضعیت کنونی راندن افغانستان به طرف پردگاه بسیار وحشتناک است که باز ما نمیدانیم چی خواهد شد با همین حالتی که ما فعلا با او سردچار هستیم ما امیدوار هستم که در ای پروسه تمام روشنفکران افغانستان شهروندان افغانستان احزاب ملی و دموکراتیک افغانستان و نیادهای مدنی افغانستان و سازمان حقوق بشر افغانستان اینها باید راهکارهای مشخصی را مطرح بکنند که ما چگونه از ای این بحران بگذریم این بحران میتونه افغانستان را به یک وضعیت بسیار ناگوار بسیار ناگوار حالا نتیجه تنش چی خواهد بود یک جرامت و یا یک معامله یا نه روان به شکل دموکراتیک در برابر چشم شهروندان شکل خواهد گرفت من فکر می اگر قرار به این می بود که جور آمد یا من به اون بسیار علاقه ندارم که مثلا باید اگر میشد در دور اول این کارا میکردن مردم زحمت نمی دادند با دور دوم نمی بردند و اینقدر رسوایی های دیگه در تاریخ ثبت نمی شد که دو زمان میگفتن خب بالاخره این روی این, این ملحوظات ما آمدیم با هم تفاهم کردیم و من میخوام جور یعنی چی وقتی که شما به آرای مردم مراجعه میکنین این آرای مردم است که باید سرنوشت تا تعیین بکنه نه جور ها این جورامد ها میتونه بسیار زیانبار هم بوده باشه دستی که ما از اردو دسته انتخاباتی خوشحال هستم که گفتن ما گروه های سیاسی خود برای مذاکرات چیزا که تعیین کردیم این به خاطر ساختن کدام حکومت های ائتلافی هم نیست چند در افغانستان من میخوام بگم که همیشه از حکومت های ائتلافی یک مف... یک سیمای منفی بوده من میخوام بگم که دست کم افغانستان هیچ وقت حکومت ائتلافی نداشته حکومت ائتلافی را نمیگن که چند تنظیم با هم یک جا میشه و چند مثلا کرسی مثلا وزارت خانه را تقسیم میکنه ائتلاف بر اساس یک اصولنامه ما بین احزاب سیاسی و سازمان های سیاسی به وجود برای که برای گذشتن از یک مرحله مشخصی سیاسی که در افغانستان هیچ نبوده در افغانستان تا همکنون مافیاهای قومی برخواستن و قدرت ما بین خود تقسیم کردن ما امیدوار هستیم که پس از دو سه دور انتخابات ریاست جمهوری دوباره مافیاهای قومی بر نخیزن و قدرت در افغانستان ما بین خود تقسیم نکنن که این در حقیقت توهین بزرگی به اراده افغانستان است ما امیدوار هستم که شیوه یا راهکارهایی با وجود بیاید در چارچوب قانون که رای پاک از ناپاک تصویه شود گرچه این سخن همیشه برای ما همون یک حکایه بسیار بزرگ به یادم میاره که کسی گفته بود که خب برو گفته بود که ما آب بحر می نوشم و باز که به با کسی نمیتونید و برش یاد داده بودن که خب برو به مردم بگو که شما آب رودخانه ها را جدا کنین تا من آب بحر بنوشم حالا این جدا کردن رای پاک و ناپاکم یک چنین چیزیه ولی من متقین هستم که شاخص های جهانی و ملی در داخل افغانستان وجود داره که تیم های متخصص بشینن او شاخص ها را مشخص بکنن بر اساس از او ارزیابی بکنن و رای جدا کنن در اون صورت ما امیدوار هستم که دسته های انتخاباتی نتیجه ای کار باید بپذیرن که این گونه نمیشه که باز در او حالت هم بگم یک گروه بخزه بگم که من نمیپذرم این این باید دوباره بنبست سیوم اوم هست که ایجاد میشه آقای بیبی حالا به استناد سخنان آقای نادری س... آرای مردم سرنوشت را تعیین خواهد کرد در انتخابات و یا معامله ببینید من امیدوار هستم که آرای مردم سرنوشت را تعیین بکنم ولی با هر میکانیسم من فکر میکنم که آنقدر قضیه پیچیده شده که سخت است که شما کاملا ریای اصلی را از, از ناسهی جدا بکنی. مسئله اساسی این است که دو طرف توافق بکنن چون که توافق کردن و قدمی خوبی است برای یکی از شک شدن جامعه ما جلوگیری میکنه بیاین روی یک مکانیسم توافق بکنن ما تایم زمانی، او سکوپ زمانی یا وقتی را که تعیین شده برای از اینکه حتما دوشنبه باید قسمتی از نتایج اعلام شوی اینا رو به نظر من باید کنار گذاشت فعلا مسئله اساسی تاکید روی این باشه که این رایای باطل از رایای اصلی جدا شوند و اگر طرفین توافق بکنن در آخر از ای هر کدام از ای که اول میای بیرون به نظر من میتونه قابل میتونه قابل قبول برای دیگر طرف باشه در اون صورت باز راه حلش این است که این دو تیم به صورت مشترک بیان دست از نیروهای مشترک از اینا این حکومت تشکیل شود به خاطر از که همون ولی آیا هم مقنون... چیزی امکان داره جناب دکتر حالا چند هفته است که تنش ها به اوجش رسید میان دو تیم و کمیسیون انتخابات هم از طرف آقای عبدالله به اعتبار خوانده شده من بر اساس اطلاعاتی که دارم و در این رایزنی ها به هر حال چی جامعه بین الملل چی داخلی دخیل بودیم حدس من این است که شاید رای برون رفت همین باشه که طرفین بیان روی یک مکانیسم تق... توافق بکنن و این مکانیسم بتونه رای باطل را از رای اصلی جدا بکنه و در آخر هر طرفی که برنده میشه شرایطی بر اساس یک شرایط یک میکانیزم تازه ای هر طرف طرفین بیاین یک حکومتی را تشکیل بدن که در او هر دو طرف وجود داشته باشند برای اینکه از همکنون متاسفانه یک تعدادی خود را قهرمانان این قوم یا اون قوم تلقی میکنن و این باعث شده که در جامعه ما یک نوع یک شقی ایجاد شده و که یک طرف مشروعیت برای بخش از جامعه نداشته باشه و طرف دیگر مشروعیت برای بخش دیگری از جامعه نداشته باشه و یک چند سوال های مشکلات ایجاد شده و فکر میکنم که راه حلش و تلاش جامعه بین المللی و به حال محافل در داخلم هم همین است که این رای ها جدا شود و در آخر طرفین بتونن با هم عرض کنم که یک حکومتی تشکیل بدن که در از نیروهای مفید طرفین استفاده شود حالا با توجه به مبارزات انتخاباتی در افغانستان میشه گفت چون این چیزی به دست بیاید چون این اطلافی که هر دو طرف معادله در یک حکومت کار بکنن؟ ببینید رای حل دیگرش چی است؟ حلش متاسفانه ما رای حل دیگه نداریم خب، حالا روند انتخابات خیلی شفاف و واضح است در تمام کشورها یک طرف برنده میشه و تیم بازنده هم کنار میگذاره خب متاسفانه چون که گفتم مف... دموکراسی در افغانستان بسیار پایایش سست هستن و مدافعینی چندانی نداره و به همین دلیل هست که میبینیم که اینجا از سرنوشت دموکراسی به اینجا کشانده میشه واقعیت این است که بر اساس آراء مردم با هر حکومتی که برنده میشه در دنیا همون حکومت می حکومت را تشکیل میده و برنامه خود را پیاده میکنه و هم طرف مقابل به صورت اپوزیسیون باقی میمونه مون تو مسئله اساسی این که اینجا دموکراسی پیوند خورده به علایق ما نسبت به قوم نسبت به منطقه نسبت به زبان و اینا به نظر من آسیب میزنه و ما از همینجا میخوایم برای جوانای ما به خصوص من فیسبوک ها رو تماشا میکنم میبینم چک میکنم و معافل دیگر رو میبینم خیلی از جوانهای ما به خاطر از اینکه فلان فرد به فلان قوم بستگی داره چنان آتش قومی نشان میتن که فکر میکنی که نمی کشور این دیگه ما افغان نیستیم یا او کسی که از زبان دیگر حرف میزنه یک هزاره یک پشایی، یک پشتون یک تاجیک اینا دیگه هر کدام افغان نیستن بلکه به یک قومی خاصی بر... دارن اینا را به نظر من ما باید از این عبور بکنیم به نظر من اگر کسی میخ... میگه که مثلا بگویم که یک پشتون حاکم باشه در این کشور من میخوایم بگویم که در این 13 سال جناب حامد کرزی رئیس جمهوری این کشور بوده شما برو وردک را ببین در تمام ولسوالیاش به جز یک ولسوالی جنگ است و نابودی است و کاش اینجا یک رئیس جمهوری می جاپانی می بود من میگم حالا از از ملی گرایی خودم یک کمی بگذاریم جاپانی می بود و این منطقه را می قلقم میکرد این مخالفین از بین می برد مکتب می ساخت برای وردکی سرک می ساخت برای شفاخانه می ساخت که امروز نسلش با زنجیرهای نسل پشت نسل بی سواد و جا، جاهل باقی نمانند و متاسفانه اینی القاره ما باید بیاییم کنار بیایم روی اینکه فردی به روی حاکمیت را در این کشور داشته باشه که بتونه برای مردم خوشبختی را بیاره نه اینکه بستگی به این زبان یا به این قوم یا به منطقه داره آقای نادری اگر این بنبست ها و تنش های پیدا بکنه فکر میکنین واقعا سرنوشت مردم سالاری افغانستان به کدام سو میره م فر منم ک امیدوار هستم که چنان نشوه و م فکر میکنم که در او صورت از هماکنون دیموکراسی که ما د دا ای دوره داشتیم یک دیموکراسی بوده بسیار اسیبپذیر مثلا همراه با دیموکراسیث ماافیههای بزرگ اقتصادی و سیاسی و معافیهها ث زمین و چ و چ اینها آنقدر رشد کردند که آلا شاید مردم تس... یا فساد اداری آن رشد کرد که مردم شاید فکر میکنند که دموکراسی یعنی محملی چنین چیزهایی است که البته ای, ای آسیبای دموکراسی ما دارم متاسفانه که همکنون در کشور ما بیش از آن که رئیس جمهور حاکم بر وضعیت باشه مثلا مافیاهای اقتصادی است که بر وضعیت چی مثلا مافیا است که وزیر تعیین میکنه و دیگر تعیین میکنه اگر انتخابات به نتیجه درست نرسه مردم به همین نتیجه میرسن که بالاخره رئیس ام آلا هم, هم میگفتن که رای ما میتیم کسی دیگر انتخاب میکنه این تقریبا یک ضرب مسئله تبدیل شد ما رای میتیم انتخاب دیگر کس میکنه این به یک باور تبدیل میشه بزرگترین قوت در یک جامعه باور مردم است و اعتقاد مردم است چیزی که به اعتقاد و باور مردم تبدیل شد باز شکستاندنش بسیار زیاد مشکل میشه ما امیدوار هستیم چنین نشه که مردم افغانستان به این باور برسه که اگر ما به هر کس رأی میدیم بالاخره چند تا متقلب و در یک شبکه تقلب میتونه که مثلا نتیجه انتخابات تغییر بده البته در انتخابات هم دوستا همیشه تکرار میکنن که تقلب وجود داره وجود داره این بدون شک اون تقلب هایی که یک کسی یک بار دو بار مثلا رفته با کسی رای میده ممکن سرنوشتی مثلا چرا تغییر نمیداد؟ انتخابات ولی این گونه سازمان دیری شده در حقیقت این تقلب است که باز کسی را بر میرسانه ما امیدوار هستیم که این هر, هر دو چی باید تن بوتن این به نفع هم تیمی دکتر سیف اشرف غنی است و این هم به نفع تیمی دکتر سیف عبدلاس دستکم اینا رای گرفتن از افغانستان فکر کنین هر کدام از دو دو میلیون رای ش... پاک و شفاف گرفتن دو میلیون کسی دو میلیون کسی که از در یک کشور میگیره در کشور مثل افغانستان بسیار شخصیت های قابل احترام هستند ما به هر احترام دارم ولی امیدوار هستم که اینها بشینن و اون انتخابات به اون نتیجه برسانند که تمام این آلودگی ها پس شود و میخوام بگم که اگر من جای اینها باشم بعد از پیروزی تمام این کمیسیون انتخابات باید یکی یکی به پای میز محاکمه کشانده شوه که چگونه با سرنوشت افغانستان با سرنوشت دموکراسی ببینی شما ما یک دهه دموکراسی ما یک چیزی نوشته بودم به نام یک دهه دموکراسی خونین ما یک دهه دموکراسی خونین, ده خونین پشت سر گذاشتیم چه قیمت های بزرگ ما پرداختیم بعد یک چند نفر می اونجا به نام کمیشنر و مثلا رئیس دارالنشا با تمام سرنوشت تاریخی یک سرزمین و یک کشور و مردم بازی میکنه اینها باید یک یک محاکمه شو میشه ولو دکتر غنی پیروز میشه و آقای بیبی شما هم نگران مردم سالاری در افغانستان است اگر وضعیت چون این ادامه پیدا بکنه ببینید مردم سالاری به اخر بر نمیگرده به حال جامعه آگاه تر میشه و نسبت به نهادها نسبت به کمکاری هایشان متوجه میشن شما دیدین کمیسیون انتخابات را که با چه پوشش شد امی... وقتی که می شخصیت ها را تعیین میکنن و میفهمن که خودشان به پوشش استفاده خواهد شد اینا باید واقعا تصمیم میگیرن که پاسخگو باید باشن آقای نورستانی در همین افشاگری که شد خیلی از این اطلاعات را یک هفته قبل از اینکه افشاگری شما برای خودش پخش شده بود خودش میدانست و چرا نمی استاد نمیشین برای اینکه صدایتان را بکشیم و بنابراین جامعه شما را نخواهند گذاشت که همینطوری بیا یک پوشش برای یک کارهای مافیایی شوین من فکر می که دموکراسی طرفداران خودش را در جامعه پیدا خواهد کرد و از هر قوم از هر منطقی خواهد بود و فکر می که روزی ما به ان که دیر نخواهد ما حرکت های خوبتری و سوی نهادی نشدن داشت ممنون از شما پرتو نادیری نویسنده و فعال مدنی و امین حبیبی کارشناس مسائل سیاسی ممنون از حضور هر دوی شما در پایان هم یک خبر کوتاه ببینید خدا نگهدارتان همسر وزیر خارجه عمان که به قمار معتاد است به دلیل باخت بیش از 3 میلیون دلار از کازینوی هتل ریدز لندن شکایت کرده است با گزارش بی بی سی خانم زاهر میگوید در عرض چند ساعت دو میلیون پوند یعنی بیش از سه میلیون و چهارصد هزار دلار از دست داد و در چنین وضعی کازینوی ریتز نباید به او اجازه میداد بیش از حد بازی کند همسر وزیر خارجه عمان میگوید هتل ریتس از او سوی استفاده و سودجویی کرده است به گفته خانم زاهر با وجود آنکه اعتبار او در کازینو در حال تمام شدن بود کارکنان کازینو او را تشویق کردند که به قمار ادامه دهد ده هتل ریتز این گفته ها را تکذیب کرده و گفته یک میلیون پوند از چکهای خانم زاهر اعتبار نداشته است مسئولان ریتز گفتند قبلا هم پیشی نداشته که یک مشتری بعد از تمام شدن اعتبارش به قمار ادامه دهد و درخواست افزایش اعتبار کند همسر وزیر خارجه عمان در همان روز مبالغ زیادی در چند کازینوی دیگر نیز باخته است